مردم شریف و نجیب، سلام و درود. یک روایت کوتاهی را از یک سفیر پادشاه ساز در کابل بر شما بیان میکنم که تا حالا کسی نشنیده، و یک چیز دیگر را در شبکه اجتماعی دیدم. جنرال های فاتح افغانستان در امریکا را کمی تو پشت پشت به خاطر جشن استقلال افغانستان خود معرفی میکنن. حیرت کردم. روزنامه جمهوری اسلامی در ایران نوشته که طالب و داعش یکی است. این اولین موضعگیری های رسمی نشریات وابسته به حکومت ایران حال تبلیغات خود تغییر دادند. دیگه به نظر می رسه که مایعسل طالب و ایران در حال اختتام است. اما جنرال های کشور ما، چند نفر از جنرال ها با لباس های نظامی به اصطلاح بیخ سر گاز که ما شما میگیم سر گاز اتو کشیده، همون فرم و نشان هم چسباندگی، در کدام مجلس در امریکا دعوت شده بودن به خاطر استقلال افغانستان، سالگرد 104مین سال روز استقلال افغانستان. استقلال افغانستان با نمو دریشی ها، با نمو فرم و نشان در امریکا میگه تبریک باشه. این حال شما دیگه حدیث مفصل بخوانید از این مجمل، البته با حفظ احترام به شخصیتشان، به امو که به عنوان یک افسر سالها در افغانستان کار کردن، جنگ کردن. اما این صحنه صحنه بسیار ناهمگونی بود. تقریبا بسیار جالب است، کشور را دادن به طالب، اردو را تسلیم کردن، حال کدام لباس های تو کشیگی لاقل خودم کدام لباس خونه بین تک یک لباس دیگه بین در یک محفل ایل خوکل این مردم میبینه جوس مالتا سر میز ماندگی سر مو میز. یکیش میگه که من جنرال رحیم الله برهانی استم، دیگهش میگه من جنرال مرادی استم از قرارگاه وزارت دفاع، دیگهش بسیار راحت به عنوان یک فاتح طالب شکن میگه من داود اندرابی استم، میگه من جنرال هستم و از امریکا جشن استقلال تبریک میگم. او مردم چی شده این مردم ما شما را؟ این ما خو میگیم که بحث استقلال در تاریخ افغانستان یک بحث وارونه است، یگان تا که بسیار دیگه اما دیگه زود جوش میه، بسیار ملی گرایی میکنه، ملی گرایی اما تو فاقد استناد. خب میریم سر روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی، چاپ تهران است. این نشریه از نشریه معتبر جمهوری اسلامی است. میگه طالب و داعش از هم جدا نیست. گروه طالبان در حال اجرای توطئه های امریکا در منطقه به ویژه ایران است. صریح ترین اتهام که آل مطرح شده در یک روزنامه رسمی و معتبر ایران امی مطلب است. این روزنامه نوشته که تردید نباید کرد که زمان تجدید نظر در سیاست تعامل خوشبینانه با طالبا فرا رسیده، یعنی به حکومت ایران یک هشدار داده شده. اما پیشتر که من گفتم به اصطلاح کاروایای یک سفیر یک پاکستان در کابل برای شما بگویم، از سفیر صادق خانه که چند روز پیش در افغانستان اینترنشنال یک مصاحبه هم داشت. یعنی مثل گیگان تارا میگه که 100 کارت بزنیش یک قدر خونش نمیبرایه، همین 100 رقم سوال از برش کرد و از زاویه های مختلف یک گپ به مانا نزد. صادقانه میگم در کابل دوری جمهوری خود دو سفیر بود که به اصطلاح بیخی فرق داشتن از دیگه سفیرها. خب البته خب یک سفیر ایران بود، خب کارش بسیار با یک دقت پیش میرفت اپراتیفی. سفیر ترکیه هازان ارتغرل نامش بود فکر میکنم،
ای آدم 150 وکیل پارلمان خریده بود. شما بار البته این گزارش گزارش اپراتیفیست، گزارش امنیت است، گزارش ارگان های معتبر او زمان است، اوایی نیست. وقتی که میگیم که 150 وکیل پارلمان خریده بود، در نظر شما میل چی میه؟ شما هنوزام توقع داره که ای کشور کشور شود؟ این جمهوری باید ادامه پیدا میکرد؟ غنی زرکلن میشد؟ نه، هر شخصی که به وزارت معرفی میشد ایرم اون شخص مسئول میگرد. در گزارش خود برمه به وزارت، به ریاست و مراتب ارشد چند روز در سفارت ترکیه باید رفت آمد میکرد تا قابل قبول میشد. خب ترکیه را میمونیم میریم سر امو پیر دین دیگه، پیر دین شو به صلاح سفرا صادق خان. در سفارت پاکستان روزانه 100 هزار دلار توسط کمیشن کارا از حساب ویزا، توزیع ویزا، فروش ویزا جمع میشد که دوجا ای در جیب کی میرفت؟ در جیب جنرال جرات میرفت. جنرال جرات خواهد ابتدا کدم از 15-20 سال پیش تقریبا با ایسایی که پیوسته بود بازو بسیار برازو میخواست یک تشویقی بعض بسته های تشویقی هم بده، از اون جمله ای که هم امنیت دور سفارت بگیره در وقتی که ازدهام میشه در کابل و هم وظیفه کمیشن کاری ره. دیگه او روزا تیر شده بود که ویزه سفارت پاکستان بسیار به یک مبلغ کم یا مفت بود. او روزا تیر شد از خیرات سر غنی و کرزی به گپای مفت. و دیگه نفرش رئیس نظم‌عمومی وزارت داخله بود. این دو نفر تیکدارای اما کمیشن کارا بودند. این در زمان صادق خان است. اینا بین یک دیگه یک دفعه جنگ هم شدن سر پول، سر کمیشن کاری جنگ شدن تا به اندازه که خانه جنرال جرات ای آدم محاصره کرد. خب یک داستان علایده است. این سفیر پاکستان همین صادق خان از می کلی صبح تا شام گوگم که ما شما میگیم نه، حتی تا نیمه های شب در گشت بود در کابل. صبح میبر آمد تا 1 و 2 شب گم می بود. شما تصور بکنین ما میگیم که در کشور چی حال بود. کشور لانه به اصطلاح باشگاه سازمان های اطلاعاتی است. آلیه کلگی از او خبر هم داشت، امنیت هم خبر داشت، وزارت داخل هم خبر داشت. میگفت خیلی تعقیبش بکنیم کسی را. کسی که تعقیب میکرد گزارش را برمه داد. خب بالاخره میگه تعقیب میکردیم. یادم 6 ماه پیش از سقوط حکومت جمهوری هم رفت آمد از این بسیار شدید شد. خب شاید شما بگوین که کجا میرفته؟ بسیار ساده، هیچ ابهامی نیست مردم. هفته 3 روز میگه میره خانه استاد سیاف، بعد می آمد در خانه آمد کرزی، بعد از او در یک هتل میرفت، از او که میبر آمد در دیگه هتل میرفت، از او که میبر آمد در یک خانه دیگه در وزیر اکبر خان می در آمد، 2-3 کوچه پایانتر از دفتر احمد مسعود در اونجا می در آمد. وقتی که سقوط شدید سرعت گرفته بود، آهنگش تندتر شده بود. خب بر از اینا گفتم میشه که خب محافظت بکنیم که چی هست، چی گفت پس تعقیب بکنیم کجا میره. باز از اوشه که میبرامد در خانه مقامات میرفت. خب این مقامات کیست؟ راست میرفت خانه یونس قانونی، میشه گم میشد گم میشد گم میشد. از اوشه که میبرامد میرفت خانه لطیف پدرام، اوجا که یک فصل نان و چای صرف میکرد که چی میگفت به خودم آدم ها معلوم است. بعدش میرفت خانه احمد ولی مسعود سفیر پاکستان. از اوجا که خلاص میشد میرفت خانه استاد خلیلی. از اوجا که خلاص میشد
مثلا مسئول امنیت اسکورت ای گزارش از روی یادداشت‌های خود می نویسد. از اوی خطا می خورد می رفت خانه استاد محقق، از اوی خطا می خورد خانه سرور دانش. بعد از او که می آمد دیگر روز خود آماده می کرد می رفت بلخ. بلخ می رفت پیش عطا محمد نور. از بلخ می آمد راز خانه لاغل مجاهد می رفت. و باز خب بعض کسای دیگه هم که از مقامات رده میانه و رده پایان از یار نامشان نمیگیریم، خلاص کجا میرفت. در این 6 ماهی که سرعت گرفته بود فقط یک دفعه خانه ادیب فهیم رفته بود، یک بارم به با دفتر احمد مسعود که 15 دقم زیادتر بیدارشان طول نکشید چون ساعت همیشه مثلا مشخص می بود و زود کار خودم از روی زمان بندی به اصطلاح جدول زمان بندی شده اجرا می کرد. دیگر که می شد می آمد خانه غازی نواز تنهی در کوچه 4 بارستان، اوجه یک خانه را کرا گرفته بودن اوجه که چی می کرد والله و علم. تمام روز یادم در ملاقات های مخفی دیر می شد. وکیلا وکیل پشت وکیل، وکیل پشت وکیل پیش از این می آمدن. رئیس جمهور آینده یا رئیس جمهور ساز آینده بوده، پادشاه سازی میکرده. خب از این وکیلا شما انتظار داری که بر افغانستان کار میکردن یا از او کسای دیگری که نام گرفتم از این مقامات به اصطلاح قرار دادی شما انتظار داشتین که از افغانستان دفاع کنن؟ از اوجه که خلاص میشد میره خانه جنرال های نظامی، مقامات ارشد نظامی کلش خانهش میرفت یکه یکه. باز جالب چیز که یک نفر سابقه شان بود به نام شهنواز تنی خانه از اون متر آمد میگفت و میشنید میگفت و میشنید. برادر سید مصطفی کاظمی هم پیشش میآمد، یعنی مدیرای برجسته از ریاست امنیت ملی از شورای ملی مکمل اینمی آدم تواف میکنن می آمدن. خب شما یکان دفعه مثلا در 2 سالگی جمهوری میگه چرا والا جمهوری سقوط کرد که چرا ایتو شد چرا ایتو شد غنی خواهن اینا رو میبینه غنی خب مطابق قوانین نافذه کشور خیانت ملی رو مرتکب شده، اما این ما برای شما دیگر روایت دیگرگونه رو گفته روان است. اینمی آدم تمام فیلم هایشانه یعنی صادق خان در این جایی که من قصه کردم کلش گرفته شده، فیلمش گرفته شده کلش داده بودن در وزارت داخله. این حال همون مردی که در وزارت داخله بود مسئول بود، یعنی بعد از این برنامه می یک صدای خود خوبه کشن بیز خواهد کل چیز قمار زدن رفت پشت کارش، همین تو که یک شهامت اخلاقی خود نشان بده چه شد و این کامرا این فیلم ها. خب وقتی که فیلم ها رو برشان میداد رئیس که گزارش ها رو میگه فیلم ها میگه ای والا عجب از با خدا تعجب می... چرا تعجب میکنه شما بر ریاست عمومی امنیت ملی که میده او هم تعجب میکنن او ای چی حال است. هیچ کسی جلو ای سفیر پادشاه ساز گرفته نمیتونست. باز چه میگفتن؟ میگه بخاطر از اینکه چی میگو در بالا دیگه گپ هست. خب بالا کجاست؟ خب بالا خو شما هستی. بالا خو عبدالله محب بود فضلی بود اونا چه با کل شما بالا بودین. به این ترتیب داستان سقوط افغانستان از یک چیزش به اصطلاح همین یک گفته فیلم سازه از یک شات شما برای شما گفتم. ای بود مسئول خب مسئول گارد سفارت پاکستان و گارد خاصش کسی بود به نام ایدر زمان. او کاملا میفهمید که ما چی میکنیم چطور میکنیم کی ما را تعقیب میکنه کی فیلم میگیره، هیچ رأی نمیزدن. اینا رو خیر دوری جمهوری گفته نه؟ اینا رو شما تصور بکنید که در دوره که امارت اسلامی را آوردن از خودشان و کشور صوبایی است دیگه، حالا دیگه افغانستان افغانستان صوبایی
اینا رو فکر کنید که چی حال است. در کتابچه گزارشات امی شخص موارد بسیار زیاد دیگه هم درج است، اگر به دست ما رسید با شما به اشتراک خواهم گذاشت تا یافته های پررنگتر از این جنس شما را به خداوند می‌سپارم.